خسته نگه دارید. درجه حرارت 33 درجه سانتیگراد بالای صفر میباشد. متشکرم. Ladies and gentlemen, would you bring your seat to the vertical position and keep your seat belts fastened? Temperature is plus 33 degrees centigrade. Thank you. الو الو آزی دادی جان سلام. آره رسیدم. نه بابا کسی کاری نداره. نه هیچ خیلی اصلا خبری نبود. نه نه هنوش ندیدمش که. میرم میبینمش. آره نه خیلی عوض شده. خیلی پل درست کردن. خیابونا گنده شده. خیلی. آره خالد راست میگفت. آره ببین ایوریبادی گودن خوب. خیلی خوب. حالا من به زنگ میزنم دیگه. آره قربونت برم. خداحافظ. آقا ببخشید میخواستم این سوالی ازتون بکنم. چرا اون آلبالویه رو نخریدید؟ آلبالو گلاسش فرق نمیکرد. میخواستیم یه چیزی زیر پامون باشه. جسارته. برای بیزینس تشریف آوردین؟ نه مادم رفیقم رو ببینم. چه عجب؟ بالاخره یه نفر به سراغ عزیز دلستنگی اومد. از بستگانشونید؟ نه من رفیقشم. رفیقش؟ آخرین بار که دیدینش کی بوده؟ چند سالی میشه. خب چرا این همه مدت نیومدید سراغش؟ نشد. نشد؟ حالا چی شده که حالا اومدید سراغش؟ تازه رسیدم ایران نبودم. حالا میخوام ببینمش. حالا؟
فکر نمی کنید کمی دیر شده باشه؟ متاسفم، امکانش نیست. برای چی؟ ایشون جز بیماران خاص ما هستن. وقتی که تو زندان بودن اقدام به خودکشی کردن. ایشون نه با کسی حرف میزنه، نه دوست داره کسی رو ببینه. چرا؟ اون یک نوع بیماریه. مریض بعد از یک شوک عاطفی و هیجانی خودش رو گم میکنه. بعد چون هیچ راه حلی پیدا نمیکنه با خودش درگیر میشه. و درست روی یک نقطه گیر میکنه. برای حل اون شروع میکنه به تکرار صورت مسئله. و چون هیچ راهی پیدا نمیکنه همه ذهنش میشه دیوار. دور تا دورش دیوارهای بلند میکشه. دیوارهای بلند سکوت. سکوت محض. و اگر بخواین شما بهش نزدیک بشید یا ازش سوالی بکنید، ناگهان مثل یه بمب منفجر میشه. نتیجهش میدونید چیه؟ نه. شنیدید میگن دق کرد و مرد؟ منو ببینه حالش خوب میشه، حرف میزنه. آقای عزیز، اون حتی برای نیازهای اولیش مثل خوردن و خوابیدن با کسی حرف نمیزنه. بفرمایید. اجازه بدین اون منو ببینه، حرف میزنه. من مطمئنم. از کجا اینقدر مطمئنید؟ خانم، ما بچگی با هم بزرگ شدیم، زندگی ها کردیم سالها، مثل دوتا برادر. به ما میگفتن دوقلو. نمیدونم، شاید هم چون اصلا جدا شدیم اینجوری شده. خب موضوع دیگه پیچیده ترم شد. اونطور که شما میگید ممکنه دچار شوک هم بشه. متاسفم نمیتونم اجازه بدم ببینینش. خواهش میکنم خانم دکتر، من از اون سر دنیا به عشق دیدن عزیز در سنگی اومدم اینجا. من میخوام ببرمش اصلا از اینجا. چقدر هزینه خرجش میشه این درمون بشه؟ اگر آدم با پول میتونست مالجه کنه که نصف بیبارامون سالم میشدن. خانم خواهش میکنم، من فقط میخوام حالش خوب بشه، همین. فقط یک راه هست. چه راهی؟ شرط داره. چه شرطی؟ فقط اون چیزی که من میگم شما انجام میدید. بیارش. بشین عزیز. منو یادش اومد؟ خوشبختانه هیچ رفلکس عصبی نشون نداد. حالا شما باید همینجا منتظر بمونید تا اون شما رو ببینه. صبر کنید تا شما رو خوب ببینه.
دستشو بگیر ببرش. چی شد؟ نشنو؟ چرا؟ شما رو شناخت، از حرکت دستش معلومه. اگر به هر دلیلی به این طرف برگرده شما میتونید برید تو. چرا بر نمیگرده؟ خب شما باید صبر کنید. ببینید اگر برگشت به این طرف شما آروم بمونید. وقتی هم که رفتیم تو شما فقط با من حرف میزنید، انگار اون وجود نداره. اگر لازم شد بهتون میگم که باش حرف بزنید. یعنی حالش انقدر بده؟ بله، بعضی وقتا لازم میشه دست و پاشم ببندیم. بفرمایید آقای رؤوفی، بفرمایید. اینجا قسمت مهمون نوازی ماست. بفرمایید بشینید. میخوام باهاتون خیلی خصوصی حرف بزنم. خوشحالم که بعد از سالها اومدید دوستتون رو ببینید. گفتید اسم دوستتون چی بود؟ عزیز، عزیز آقا. خب، از کی میشناسینش؟ خیلی ساله. خب اولین بار که دیدینش کی بود؟ بچگی دیگه، بچه بودیم با هم بازی میکردیم تو محل، باد بادک هوا میکردیم. یه خوششانسی بود که حرف نداشت. باد بادک همه کله میکرد، گیر میکرد تو درخت، مال این خال آسمان میرفت. خیلی خوششانس بود. خب بعدش؟ بعدش هم دبستان و دبیرستان و دیگه سربازی و تا زد و دو تا دختر خوب تو محل بودن، ازدواج کردیم. به گوه خند و تو گدر و اینجوری و خیلی خیلی. بعدم همکار شدیم، همکار شدیم تا بازنشستگی. روز آخر بود داشتیم حکم رو میگرفتیم. بفرمین شیرینی بازنشستگیه. بلم نمیدونه بگه تسلیت میگم یا بگه مبارک. سلام علیکم، حال شما چطوره؟ خواهش میکنم درشتش هم نداشتی نبیدن. سلام عرض کردم قربان، شیرینی بازنشستگی آوردم خدمتتون. خواهش میکنم آقای درستنگی، از موچی وقت گرفتین؟ رئیس بانک ما در اتاقش به روی کارمنداش بازه. ببخشید از خوش اخلاقی خودتونه. بفرمین قربان. دست شما درد نکنه. خواهش میکنم. این نامه بازنشستگی ما رو هم گفتن اومده تو کارتابل شما، اگه لطف بفرمایید. مال حبیب رؤوفی هم هست. ما نیست یه روز با هم استخدام شدیم قربان، امروز هم دوتایی داریم بازنشسته میشیم. امید خدا، مبارک باشه. سلامت باشین، تشکر کن. این تاریخ عدد 2 یا 3؟ کدوم میفرمایید؟ این که خب معلومه قربان، دندونه داره دیگه. خب 3 است دیگه. 23. بله 23 درسته. امروز چندم؟ قربان امروز 22، 7 روز دیگه حقوق میگیری. پس یه روز کم داری. 23 روز بازنشستگی شماست. یعنی به خاطر یه دندونه ما امروز هم باید بریم سر کار. شما باز که برگشتی عزیز آقا. هی امروز و فردا میکنن، نمیدن این حکم بازنشستگی ما رو که من که خدمتم تموم بشه یه روزم وا نمیست. والا به جورتون منم نمیخوام وایسم. ببین بعد این همه سال ها
حالا برای گرفتن بازنشستگی باید بریم التماس کنیم. به جون تو از هر چی پول بعدم میاد. یه قم چی؟ حمال پول. من چی بگم که تو معدن پولم و لنگ قسط آخره برد. راستی رفیق چی شد؟ حبیب بابا اون بی خیال اگه بهش بگن 10 سال دیگه هم کار کنه باز وای میسه کار میکنه. عین خیالش نیست. سلام علیکم. همبری چطوری؟ شکری؟ بهار. آخه این آخه این چیه؟ بابا اذیت نکن زشته. بذار من در قفل کنم بریم. سوار شو، سوار شو بریم. سوار شو. حالا اینقدر اختخ نکن دیگه. روز آخره. بگو، بخند، خوش باش. فردا دیگه باید بشینه خونه با زن نشسته. بابا این 30 سال عین یه چشمم زدن گذشت. اگر تا روز اول اومدی گفتی بریم بانک استخدام شیم آشنا داره. گفتی میریم تو دریای پول شنا میکنیم. فکر میکردم هر کی بره بانک کار کنه کیسه کیسه بهش پول میدن. نگو پول هست ولی تو باید صبح به صبح ببری بدی به صاحبش. این آقا اسماعیل تازه خدمته. تو تراوری شده شما صدات خوشه. از من خواهش کرد واسطه بشم شما اون همیشه یه رو بخونی. ای بابا بخون جون حبیب، بخون جون محکل، بخون دیگه. شب شب محکابه حبیبم رو میخوام، حبیبم مگر خوابه. عزیزم رو میخوام، خواب است و بیدارش کنید. مست است و هوشیارش کنید. گویی فرونی اومده، اون یار جونی اومده. احسانی میشنوی از لغاز داره میخونا. گوش کن، گوش کن، سفید گوی تو ببیند به روت. امشب شب مهتابه، حبیبم رو میخوام. سلیمانی که اونجا نیست. نه بابا حواسمون هست. ما غلام رخ زیبا. نه راه خلوت بود، سریع رسیدیم. فقط بگو ما رسیدیم نمه شبه مامور بفرستن دمه در. بله؟ متشکرم. الان میفرستم خدمتون. سایکو جان لطفا ماشین اومده. تشریف بریم همراهیش کنیم. سلام علیکم. خسته نباشی. قربان شما. سلام علیکم. قربان شما. بفرمایید. آقا. آقا ببخشید. سلام عرض کردم قربان. سلام علیکم. خسته نباشی. سلام باشید. سلام علیکم. خسته نباشی. داری چی داری برامون؟ مرغه رو برات نگفتم. خروسه گفت بابا چقدر تو هی تخم می‌کنی هی. چی شده؟
چرا نشستی عزا گرفتی؟ نمیدونم چی شده اون موقع که من تو شعبه بودم. صد دفعه به شما گفتم در حین کار حواستون رو جمع کنیم، مسخره بازی هم در نگیرین. بیسی میگفتشه آواز میخوندی. به خدا اون موقع من تو بانک بودم. چقدر بوده؟ همش یه دقیقه. میگم پولا چقدر بوده؟ یا ابوالفضل کجا میری؟ پولا چقدر بوده؟ کیسه ارزی بود. درسته، بیوش شده. بله دکتر، میگفتن ضربه زدن به پشت سرش. فکر نمی کنم شکسته باشه، ولی بهتره یه عکس ازش بندازیم. دکتر محبی زود باشین بیان بیرون، یه نفر سکته کرده. این کیه دیگه؟ میگه تحویلدار بانک بوده. بله به ایشون بفرمایید تحت نظر هستن تا مداوا بشن. سلام، منم به ایشون برسونید. ممنونم. میگن از این سیر خورده راسته؟ اتفاقی نگیشت، خواهش میکنم. دکتر محبی بابا چی شده؟ چی شده؟ گلوله از عضله رد شده ولی استخون نشکسته. پس چرا نمیذارم و بشه شما خودتون خیلی جانسون؟ آخه چه حالی؟ یکی نظر به خوزه باشه. آقای دکتر چی شده؟ میخواین عملش کنیم؟ آقای دکتر چرا ایستادی؟ بزن. آقای دکتر تو به خدا یعنی خونریزی من نمیاد. دوباره سنکوب کرده. اون که به هوش اومده بود. به هوش اومد، خانم حسینی ازش پرسید چقدر پول دزدیدن، تا یادش اومد دوباره سنکوب کرد. اسمایی جان بخواب راحت باش. حبیب جان ماشین حساب داری اینجا؟ نه. دلار تو بازار چنده حبیب جان؟ سر ما حبیب جان. چی میگی تو؟ من ضربه مغزی شدم. 20 بار اومدی منو بیدار کردی. خدا نکنه حبیب جون. بگی بخواب، استراحت کن. منم سکته قلبی کردم، این کارا رو میکنم. خب برو بخش قلب بگی بخواب. اینجا چی کار میکنی؟ از فکر و خیال پولا خوابم نمیبره. خب نخواب، بذار من بخوابم. من کجا برم بخوابم؟ بخواب. چشمت هم میسوزه، دکتر گفت زود خوب میشی. این اسماعیل هم گفتن پاشو عمل کردیم خوب میشه. منو بگو چه بدبختی دارم، چه مکافاتی گرفتار شدم. حسینی رو یادته؟ بیچاره 2 میلیون کم آورده بودا. چه بدبختی کشی. این تخ یه نفر است. خب حبیب جون هتل نیستش که تختش 2 نفره باشه. برو سر جد بخواب، دیوونم که. تا آخر عمرمونم کار کنیم این پولو نمیتونیم جور کنیم. هیچ کس هم که 2000 به من تو قرض نمیده. چجوری بخوابم؟ من خواب ندارم. ای خدا. چی میگی
شما این وسط اسلحه گم شده. گزارشش مگه ننوش نداد؟ آقایون خواهش میکنم، شما چه به درد من میخوره؟ اسلحه هر چی آقایون خواهش میکنم، این همه سر صدا و جار جنجال نداره که از شماها بعیده. آی سلیمانی، آی رعوفی، آی درسنگی، این اتفاق هر چند سال یه بار تو بانک میفته. خونسردیتون رو حفظ کنید. بفرمایید. موضوع اصلا این نیست حاج آقا. ایشون اهمال کرده، غفلت کرده، اسلحه‌شو بردن. سلیمانی یه جوری صحبت میکنی انگار نه انگار 20 ساله داریم با هم کار میکنیم. چی شده؟ یه دفعه اخلاق در من شده؟ من وظیفم پیگیریه. تا تکلیف این اسلحه مشخص نشه من ول نمیکنم. این اسلحه باید پیدا بشه. من از اولش هم گفتم این بابا به درد این کار نمیخوره. آقای سلیمانی شما روغنداغشو دارین زیاد میکنین. شما مشکلات مسائل شخصی خودتون رو قاطی کارهای اداری میکنین. اصل پول که بیمه است، ما بقیه هم دنبال ماجرا هستن که مسببین سرقت رو پیدا کنن. ما باید خونسرد باشیم، با هم همکاری کنیم، نه که جنگ و دعوا داشته باشیم. من مسئولیت دارم حاجی، این اسلحه باید پیدا بشه. من اینا رو نمیدونم. این مسئولیت نداره؟ این همه مأمور پول میبرن و میارن مسئولیت نداره؟ فقط شما مسئولیت داری؟ اصلا به شما چه ربطی داره؟ نخند آقای رفی، نخند. این بار دیگه پاد گیره، این اسلحه باید پیدا بشه. اسلحه چیه آقا؟ پولا رو بردن. شما همش بند کردی به یه اسلحه. آبرو حیثیت ما رفته. من اصلا با شما هیچ حرفی ندارم. پرونده رفته آگاهی، باید این اسلحه پیدا بشه. آقای پیدا بشه نشه. هر چی میخواد بشه بشه. یا ما رو میخوای به من چه نمیخواد قبول کنی؟ اسلحه کردی اما بابا شرم من که کاری ندارم، میخوام جوابشو بدم. بابا من دارم حرف میزنم، مگه چیزی خوب؟ خب تو چه جوابشو نمیدی؟ بابا من داشت دارم حرف میزنم، مگه چیزی خوب؟ بیا بعد جان من دیگه میگه تو غفلت کردی. بگو جد آباد غفلت کرد که تو به دنیا اومدی. بشو بشن دستورت رو بشو خوبه دیگه. بلش با سرتو بگی سیدا. نه بابا بلش با تو که دعوا بلد نیستی با چی دعوا میکنی؟ شر برای چی به پا میکنی؟ من زمان اینا رو بلدم. اینا یه عمر دنبال گاف هم. اینا یه عمر دنبال دست دنبال گاف بودن از من. اصلاحی گم شده پیداش میکنم. هفت سال پیش سر یه فشنگ من از پشت میز کشیدن بیرون، خودش رو شدن رئیس. هفت سال پیش من میگن چی؟ حبیب بیخیال. من این اسلحه رو پیدا میکنم، اما اگه پیدا بکنم برای همه شون خاطره میشه. یا کاری بکنم حبیب جون. خب اینا رو اونجا میگفتی، دادو اونجا میزدی، اومدی اینجا؟ التماس کنم، التماس کنم نه. یه زن، یه زن بی همه چیز، یه اون خدمت ما رو کرد توی یه سطر آشغال. یه زن این دماغش هم اونجوری که کم بود بذار. این همین خوبه، همین خوبه، همینه، همینه، همینه. این نبود که بابا، فندقی بود. این همونه دیگه. نه اون اینجوری نبود که، یه خورده سربالا بود. من زنر دیدم اسپری پاچه تو چشم. تو چی میگی اصلا؟ یه خورده سربالا بود، اینجوری بود. دام سر غضبی این سابقه داره؟ چند تا هم اسم داره؟ آنیتا، بیتی، روکسانا، معروف به جولی کافی شاپه. جولی کافی شاپ؟ خارجیه؟ این عکس رو توی نیت بگیریم بفرستیم مرکز. خیلی ببخشید، جناب سربان، تکلیف ما چی میشه؟ میگیریمش، چرا در نگرانی؟ نه، آخه میدونی، حکم بازنشستگی ما در گروه این خانوم محترمه. از نظر حراست و ما؟ شما متهم نیستید. قرائن نشون میده که سرقت توسط عوامل خارج از بانک صورت گرفته. پس شما میتونید به زندگیتون ادامه بدید. من نگفت خیابونیه. چرا؟ من نگفت اسمش جولی کافی شابه. اسمش جولیه، فامیلیش کافی شاب. خب ما کجا داریم میریم حالا؟ برو پیداش کنیم. یعنی تو میگی ول بگردیم تو خیابونا دنبال این زن ناجورا؟ من باید این زن رو پیدا بکنم. هر طور شده.
پشه تو اینه چی رو میده یه چی دیگه ما اونجا بودیم با کلات همه چی استخبارتی همه چی یه قالی چی آقا قالیم چه دروغ هم چیه راست میگم کامران بود یه چی دیگه اونجا نشسته بودیم و همه گیج و این بر اون بر بودن حبیب رعوفی عزیز در سمجی بله یه بیرون سلام بفرمایید اینجا رو بذار کنید شما آزادید چطور اینا آزادن ولی ما رو نگر داشتی؟ آقایون بهشون بگی که داشتین آدرس جولی خانمو از من میپرسیدین منو سوار کردین برین نشونتون بدم داشتی میرفتی کافی شاپ الماس ایرادی داره بفرم خدا دور زمون این بدی شده آدم هی بی خودی فکر خیال میکنه منیژه یادته؟ کدوم منیژه؟ همون که شوهری سر پیری هوس باز شده بود تو رو خدا اون که مرد خوبی بود خب از خوبا باید ترسید دیگه مردی که شبا میگفته میرم اضافه کاری نگو میرفته کثافت کاری و عیاشی و هرزه گیری ای خاک تو سرش کنن، ای خاک تو سرش کنن بمیره ایشالله با زن و بچه و زندگی رفته دنبال اینجور کارا من جاش بودم چشمشو از کاسه در میآوردم درستش کرد منیژه بچه ها را انداخت گلشو رفت شوهر کرد نفقه، مهریه، دادگاه، پدرشو در آورد اگه علکیه، مملکت قانون داره آدم چه چیزا میبینه و میشنوه دوره آخر زمون شده دیگه آتیش کن بریم خبر مرگم یه جا بستنی نوشابه چیزی کوف کنیم چش خانم چش به من نگی خانوما به من نگی خانوما بعدم میاد حسن برو چه میدونم همچه که این زنه گفت چی بود اسمش کافی شاپ الماس دیر نی دیر چیه تازه سر شبه خیلی ببخشید آخه بچه های ما خونه تنها شما نگرانه بچه هات بودی داشتی میرفتی کافی شاپ آتیش کنین صاحب مرده را را بیافت چی جاهایی هست و ما ندیدیم آدم تو خونش نشسته اصلا فکر نمی کنی همچی جایی هم باشه عزیز میگم کاش بگی این جولی خانم بیاد ببینیم چه شکلیه دوباره گیر دادی که صد بار برات گفتم بابا ما دنبال سارق بودیم حبیب تو یه چیزی بگو دیگه من چی بگم خب حالا تو هم اخم نکن اومدیم تفریم از خیر سرمون بری صداش در میاری عزیز این قیافش اشنا نیست حبیب این همون پسره نیست جلوی بانک تیر هوایی در میکرد والا اینا بیشتر بهشون میخوره بچه قرتی باشن تا سارق خب حالا ما رو کجا داری میبریم؟ خانم اینم یه گردش اجباریه دیگه بده یادش بخیر جوونی ها میرفتم آبشار پیشه خوش میگذشت های باقا بایز آقا میگه یه دهن بخونه سرمون گرم شه خانم بازا کارمونو بکنی نخونی از دار چیزی یه سرکه از دقاله من به سر گربه پرتقاله اون روز که شطور قربونی میکردن تو ساز میزدی و منم نهاره بس کن دیگه ببینیم وایسله صدامونو میشنمن دعواش شده آره الان میزنه پسر رو نه بابا
زن که مرد رو نمیزنه. حبیب پسره میخواسته بگیرتش، زده زیرش. کجا میدونه خانم؟ دختره بی خودی داره ناز میکنه، الان دوباره سوار میشه. نه سوار میشه، سوار نمیشه. حالا ببین میره دختره. آه دیدی رفت برای خانم. پسره ماشینو بل کرد به ها؟ یارو دزده، کلاهبردار، قاچاقچیه، ولی گل میخره واسه دختره. بعضی یاد بگیرن. ها من نخریدم. چرا؟ سر آزیتا که زایده بودن. حالا خوب حبیب آقا همون یه بار خریده، عزیز آقا اصلا نمیدونه گل چیه. خانوم گلدون یاس برات نخریدم، نمیتونستی تکونش بدی زیرشو جارو کنی. اومد اینجا گمونم خونه اون دختر است. آخرش اینه که همشون به غلط کردن میفتن. پسره ای دودره باز کثافت، این درد جیگر بگیری، هم با اونه هم با اینه، خاک بر سرت کنن. هر کی بره گل بگیره یه کرمی هم داره دیگه. خانم میخوای برم براتون گل بگیرم؟ نه خیلی لازم نه. نه میخوای برم بگیرم؟ گفتم نه. دنبال بهونه میگرده. عزیز ها، این همون جولی کافی شاپه نیست؟ آره. چرا قیافش رو عوض کرده؟ میگفتین پیر زنه اینه؟ خانم من اصلا ندیده بودمش. حبیب گفت چی کار اون زبون بسته داری؟ اینو بگو که حرفش دوتاست. ها های باقا نگه داریم، من میخوام پیادشم، بچه های من خونه تنهان، میخوام برم خونه. خانم نمیتونیم نگه داریم، گمشون میکنیم. عزیز بگو نگه داره، اگه رفاقتتون یه وقت به هم نمیخوره بگو نگه داره. در میره خانم. شما چرا گیر دادیم این وسط آخه؟ مگه نمیشنوی میگه نگه دار، میخوای پیادشی بزن فقط. شما هر غلطی داره تو میخواد بریم بکنی، شما چه میفهمی زن بنده چیه؟ من نمیام دنبال این زنی که بی همه چیز. آقا نگهدار، مگه نمیشتم نگهدار بیادش کنم؟ خانم صبر کن، اقلا من براتون تاکسی بگیرم. ایزاده بر من چه کجا میرین آخه نصف شدید؟ ایزاده بر من میگم چه جوری میشه این یارو پسره هم با اینه هم با اونه. میگن یکی بیشتر شد دیگه، هر چی شد شد، یعنی غیرت میرت یختی دیگه. میشه نکنه هوا من قوارت داشته؟ نه به جون تو، من این صحبت ها که میشه ها چرت ستون بدنم میلرزه، یاد این فرح میافتم، حرف میزنه، نصیحت میکنه، دهنشو با میکنه، زبان کوچیکش رو تعمی لرزه اصلا. ماشین قرمزه اون نیستش که پسر از توش تیر هوایی میزد؟ خودشه. پیاده شو. اینجا لون زنبوره. حبیب ها. حبیب ها. بگم بری به پلیس خبر بدیم. میدیم بعدن. بیا بریم بعدن. اینا اینجا
اینجا بعد بریم بالا ما که نردبون نداریم میریم یه جوری چه جوری آخه برو برو روش اونوره روش اونوره برو چجوری اصلا منو گرفته دستش انگار دست بیل گرفته از پولا کو چیکار بکنی؟ پولا این پایی؟ حبیب جا شیشو پولا شو ببینم بیا ببینم نمیتونم بیام پام گیر کرده پام گیر کرده یستی با تو هم تو برو خو تو برو غیر باشم افتاره تو سلام علیکم سلام علیکم چقدر آشغال ریختین اینجا باشه باید نرفته رفته به شما گیره کمی از پولا پیدا شده شدت انفجار به حدی بوده که متأسفانه چیز قابل تشخیص نیست سارقین هم به گفته مامورین تحقیق همه از بین رفتن متأسفانه در اثر انفجار همه چیز از بین رفته آقای دررسنگی هم که در این محل بودن ایشون هم فعلا مفقود الاثر هست فقط یه دست کلید ازش باقی مونده عزیز بله آقای رعوفی هم حالی زیاد مناسب نیست گیجه منگه حالی زیاد نیست
زنده ای تو؟ چرا این شکلی شدی؟ قشنگ صحبت کن دیگه، قشنگ حرف بزن. دارم حرف میزنم دیگه. ها؟ دارم حرف میزنم دیگه. من که نمیفهمم چی میگی. منفجر شدم، رفتم رو هوا، افتادم رو درخت. درخت حبیب چکشش صدا نداره. ببین که اگه دردت اومد بگو. یواش یواش یواش. دردت اومد بگو. میگم میافتم. یاجی با اون نمیشه با این بگوش. دسته درد نخوری. با این قیچی الان قشنگ میبرم اینو. دل با پس نباش. نه، اول کیفو برداشتم بعد منفجر شدم. مردش رو هرچی پول مردم ببره. ها؟ میگم من و کیفه سالم موندیم، میفهمی؟ میگم مردش رو هرچی پول ببرن، همین. چیو؟ من و کیفه سالم موندیم. میگم هرچی من دیمونم کردی. ایشون گوششون طوری نیست، تو یکی دو ساعت دیگه خوب میشن، مشکلی ندارم. باید چند دفعه دهنشو باز و بسته کنه یا دماغشو بگیره باد بندازه توی گوشش اینجوری. حبیب، آقای دکتر چرا این شکلک ها رو در میاره؟ عزیز، آقای دکتر میگه دماغ تو بگیر اینطوری. این مسخره بازی ها چیه؟ گوشش باز بشه. اه؟ باز میشه، فهمیدی؟ من چاق شدم. دکتر چی گفت؟ ولش کن، بسته است، اون بسته است. بسته است نه؟ بسته، قفلش خرابه. میگم ولش کن. بده اصغر مکانیک درست کنه، اون بهتر بلده. بابا ولش کن. بله اینم میشه. بابا ولش کن. عزیز وایسا، من و تو با هم نباید بریم تو خونه. چرا؟ چون بری تو شوکه میشن. شوکه؟ برای چی شوکه بشن؟
واسه اینکه تو مردی، مردی. این اداها چیه در میاری حبیب جان؟ قشنگ بگو چی شده؟ مگه تو صدای منو میشنوی؟ خب بله، چرا نشنوم؟ قشنگ بگو ببینم، میگی من مردم؟ همین مونده بود خبر مرگشو بیارن که آوردن. این چه وضعیه واسه خودت درست کردی؟ چقدر دستت بکشم مرد؟ ببین بی خودی، من چقدر جلو همسایه خودمو زدم، چقدر خودمو زدم، چقدر همسایه ها تسلیت گفتن. اقدس رو بگو، جواب اقدس رو چی بدم؟ قش و زفت کرد رفت خونه. بیلش کن، اون همیشه کارش همینه. یه بار این سگ صورت رو بشه را به نمونو بردی برو. وایسه ببینم، با این سر و ریخ میخوای بری تو حموم نازنین من؟ خانم تو این خونه همه چی نازنین تر از منه. بده من اینو. اینو خانم اینو کجا میبری؟ حبیب آقا، این خونه همجوری الکی مثل دسته گل نیست، باید تمیزش کرد. تمیز کنم بیارم. ها ها ناهید، پشه زنگ به اقدس بزن بی خودی نره اون همه خورما بخره. بابا اونجوری که پاک نمیشه، قشنگ درش وا کن. نه درشو باز نکن، ول کن عزیز، بی خودی اوقاتش تلخ میشه، همجور تمیز میکنی. چه اخلاقی داری نگی؟ تو هم ببینم چی چی شده. اولا مو باید هوا رو آتیش گرفته. آقای حرفا چیه؟ مگه خامی شما؟ آه من نبودم اونجا. خره خانوم، یه دست لباس به من بده، زیر و روها همش سوخته. چینسی هم داره فره، گمونم خارجی. دستش خوبه. بگم حبیب یه دونه اینا بگیری میرم پیش آبجیم، آبروم نره ببرم به خودم. خب همینو وردا اگه خوشت اومده. نه بابا، مال ادارهشون. مال ادارهشون نیست که، ادارهشون فقط کیسه داره، مال دزدا بوده فکر کنم. وا اونم که تلویزیون گفت نیست و نابود شده. چه بهتر دیگه، صاحبم نداره برش دار. اونا بگن تو عقلت رو صدا کن زن حسابی، برو اونور ببینم چیکار میخوای بکنی. میخوای بازش کنی؟ آره بابا درش باز کن. خیلی خوب، وایسا صبر کن، این تو رو ببین. بیا بیا خالیش کن. یه ساعت بگی ببریم زیر شیر آب. یه دقیقه صبر کن، من برم حبیب برسم. بیام یه دقیقه صبر کن حبیب. میگم فردیه کاش کرد نخوابیدن دیگه، اون یکی تو هموم نمرده باشه خوبه. حبیب جان میگم که کی میریم بانک پولا رو پس بدیم؟ حبیب نگاه کن این چمدونه چه جنسی داره، گمونم خارجی باشه. پولاش کو کجاست؟ کو چرا دست زدین؟ چرا درش رو بردین؟ بشمار ببین کم نشده باشه. چتونه شماها؟ داهی چمدونش رو میخواست، به پولا کاری نداشتیم که. حبیب جان یکیش کمه. چرا اینجوری نگاه میکنی؟ میگم یکیش کمه. ما دست نزدیم، هرچی از همینجاست. تو پولا رو شمرده بودی؟ پس میگم کار خودشون بوده. ها کار ما؟ نه دزدا. حبیب جان دزدا که نیست و نابود شدن، چجوری بریم پیداشون کنیم حالا؟ جای دیگه نذاشتین؟ جیباتو بگرد؟ رخت چرکاتو کجا گذاشتی؟ خانم یه بسته انقدی بوده، نه یه 100 تومانی که بذاره تو جیبه. بیچاره شدیم رفت. حبیب جان من بدبخت شدم. ای خدا. نگاه چه ننه من قلبم بازی در میاره حالا ها. خانم 400 سالم از حقوقم کم بکنن انقدر نمیشه. چند درخواست حقوق میگیری؟ اونم ندن خیالمون راحت. بدبخت شدیم رفت. سیخته میکنی عزیزا. بیچاره شدم. خدا پیدا میشه. بفرما. پیدا شد یا بگیر هوچی مردی اینقدر هرس پول مردم بخوردی. حالا گم میشد مثلا چی میشد؟ خب حالا تلویزیون گفته پولا سوخته، اصلا هیچ کس دنبال پولا نیست. چی؟
تلویزیون گفته پولا سوخته. شام تشریف داشته باشین. حبیب حبیب جان، این چمدون رو کجا میبری؟ اینا پیش من باشه من خیالم راحت تره. بدش من. نه پیش من باشه من خیالم راحت تره. آخه اگه نصف شبیه یه دوستی سارقی بیه اینو یه رو بگیر ازت، تو رسمی بلدی؟ من رسمی بلد نیستم، فقط پینگ پونگ بلدم، ولی من تحویل دارم، یه دونش کم بشه من امضا دادم. کم بشه؟ منظورم این نیستش که تو دست میزنی. نه تو میخواستی من بگیر دست، بعد از یه اون خدمت بیام دست بزنم بگیر. نه گفتم چون من تحویل دارم باید پیش من باشه. خب من هم نگهبانم باید پیش من باشه. اصلا بیا بریم خونه ما شب اونجا بگیر. بیا بیا نه بیا تو همه چی هم میدم هر چی خواستی رفت خواب باید بیرزم. بیا بیا بابا بیا تو بیا تو چرا خونه ماییم. خب تو اینجا شب بمون مگه فرقی میکنه؟ قربونت برم نوچرتم ولی تشریف داشته باشی. ببین تو منظورت چیه؟ من منظوری ندارم. تو منظورت چیه؟ تو یه چیزی میخوای به من بگی؟ من چیزی نمیخوام بگم. تو یه چیزی میخوای به من بگی؟ خجالت بکشی. مثلا شما رفیقی؟ من رفیق این نیستم. من رفیق این نیستم. بعد از یه عمر خدمت میخوای بگی من به اینا دست میزنم؟ فکر کنی اینا برای من مهمه؟ تو خیال میکنی برای من مهمه؟ برای من مهمه؟ نه نه خیر برای من بس دیگه. دعوا چرا میکنین؟ دعوا نکنین. من میگم نه جون پولا رو نصف کنیم. نصف پیش ما. نصف هم پیش ما. آهی برو یه قلم کاغذ بردار بیارم میخوام حساب کتاب کنم. دست نزا بچه. بیا برو بگی بخوا. بیا برو تو بس چی بسیدی. برو برو ببینم. بریم دیوونم کردی. اعصاب مصاب ندارم. برو درم ببن. چی کار اعصاب تو دارن؟ مگه نگفتم اون قلم کاغذ وردار بیار؟ ببین ناهید. ناهید بی ناهید. ببین دلار چنده؟ چی دلار چنده؟ این پولا باید صبح تو بانک باشه. صبح آپارتمانه دم خونه آبجی تو دارم پیش فروش میکنه. میگم این پول صبح باید تو بانک باشه. خیلی خب من پولاش کاری ندارم، چمدونشو میخوام. بابا چرا میشمالی پس؟ حبیب آقا بابا این رو بدون دلار چنده؟ این باید صبح تو بانک باشه. به شروع کردی ها بلش خانم به متکای من چی کار داری؟ دست نزدم. من اینا رو برداشتم که شما بهش دست نزنی. عزیز آقا عزیز آقا یه چیزی بخوام میشه لطفا نه نگی؟ راجب پول نباشه ها. عزیز آقا میگم مگه همه نمیگن شما مردی؟ خدایی نکرده. زبونم لال زبونم لال. بفرمایید. میگم آنسا. کسی که از مرده پول نمیخواد میخواد؟ خب منظور؟ منظوری که ندارم. میگم شما که منو دوست دارین مگه نه؟ البته. مگه صبح شما مدرسه ندارین بریم بخوابین دیگه؟ داستان داره بسیاری
خودتی. حبیب روشن کن بریم. ریخته تو درست کن. خیلی ببخشیدا، در عمرم اینقدر توهین و تحقیر نشنیده بودم. من نمیدونم اصلا خدا این فرح رو برای چی آفریده. تو هم به من بخند، اونا که میگن بمیر تو هم به من بخند. بابا حالا روز خودم میخندم. ای بابا اینم سهم من، بگی ببر بده. اون متعکر نبری بده خزانه، با اونا رو بستور. رفت با این ور رفتی که خراب شد دیگه. حبیب چه؟ خیلی آدم ناجوری هستی. میخواستی آبروی منو ببری؟ چی شده؟ چرا با من؟ مگه من رفیقت نبودم؟ چرا مزخرف میگم؟ چی شده؟ چی شده؟ بیا ببین چی شده. ببین چی شده. این تا صبح زیر دستش بود. آره من خرم دیگه. به جون خودم، به جون خودت. این ناهید 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 بازه فهمیدم چقدر بدبختم. ای خاک بر سر من کنن، خاک. پولا کجاست؟ تو کموده. مرده شور هرچی پوله ببرن. من چشمم دنبال اون چمدون بود. یواشکی ورش داشتی بردی که چی بشه؟ ازت ویلا خواسته بودم، ماشین خواسته بودم، خونه دوبلکس خواسته بودم. گفتم که آره یه دونه چمدون میگیرم. سلام علیکم. سلام علیکم، احوال شما؟ من همینو میخواستم. خیلی تو برتایی بر بده برم شهر رام بکنم. خیلی خوب بیا بفرم. ببین ناهید، ناهید خطو که بروزی نکن دیگه. چه بروزی؟ چه بروزی؟ من همون چمدون میخواستم. من دارم میرم، این تو بمیرم. من یه دونه چمدون خواستی برای چمدون میگیرم دیگه. من میخواستم امتحانت کنم. بابا نمیخوام، گوشت میدم. گوشت میدم. ببین گوش بده، گوش بده. یه دونه چمدون بخوام، یه دونه چمدون. چمدون هرم نمیفهمم. صدا تو بلند نکن بس. من اینه چمدون بخوام. تو همون پولای از اون متکا بری سون دیگه. اصلا همون خور کردی. حبیب، حبیب، حبیب. شوهر من اینجا. حبیب چی میگی تو؟ حبیب، حبیب جون. آره آخه چی بگم حبیب جان به مردم؟ بگم زنم دزد شده، بگم دیوونه شده. چه دزدی؟ صاحب نداره، نمیدم. بعد از عمر پول اومده دستمو. تو دیوونه که میخوای پولای بی صاحبو ببری پس بدی؟ این پول صاحب داره، مال مردمه، مال بانکه. اصلا الان میرم طلاقش میدم. اصلا ریخته چونه بخواه بریکن. بابا زشته. تو هم کتا بیا دیگه. چرا کتا بیام؟ چرا؟ اینا که صاحب نداره. تو هم که مردی. چقدر حسد زندگی دیگرانو بخورم. بعد ما هم یه خونه توی شمال بخریم. شانس اومده در خونمون این نمیذاره ما استفاده کنیم. آخرش من میمیرم، یه سفر اروپا نرفتم. چقدر من بدبختم، چقدر. این فره هم حق داره، راست میگه. خب بیچاره عزیز. ها
ها؟ میگم چی میخوای بگی؟ هیچ بابا هیچ. خب بگو دیگه، اگه چیزی میخوای بگی بگو. میگم نه ولش کن، من چیزی نمیخواستم بگم. حبیب جون داریم میرسیم بانک، بگو هر چی میخوای بگی. میگم آدم ها چرا انقدر ضعیف و نفس هست؟ این پول چی آخه؟ چرک کف دست اصلا به چه درد میخوره؟ فوقش آدم یه خونه بزرگ میخره، دوبلکس، یه مغازه، دو نفس، یه ماشین آخرین مدل. حالا این چندرغاز اصلا چی هست که؟ چندرغاز چیه؟ رقم کمی هم نیست. مگه تو شمردی؟ نه ناهید میشمره بابا، من که پول برام ارزشی نداره. تو خیال میکنی برای من ارزش داره؟ چیه اینا؟ چرک کف دست. چرک کف دست؟ البته خب راست میگی، کمه کمم نی. میگم اینا امروز چرا انقدر خوشگل شده؟ اینا چاپش خوبه، چاپ میکنن تونتون اینا رو، چاپش خوبه. بده من. بده. برو ببر بده. حبیب آه، میخوای تو هم بیای؟ قبولت دارم مگسی. سلام علیکم، تسلیت میگم، غم آخرتون باشه. عزیز نیومد اینجا؟ تو خوبی؟ به خدا من وقتی شنیدم جیگرم آتیش گرفت، خیلی ماه بود. چی میگی؟ میگم عزیز اومد اینجا یا نه؟ خدا بیامرزتش، میدونم خیلی سخت، میدونم برادر مرده رو فقط برادر مرده میفهم، باید کشیده باشی دردش. عزیز گم شد. پولا چی شد؟ آره پولا چی شد؟ به من بگو، اون که اینجا نیست. بله، بعدش بعد یه هفته دنبالش میگشتم، زنش خوشحال شده بود که شوهرش غیرت داشته پولا رو برداشته رفته. بس گفتم خانم اگه رفت دیگه بر نگشت چی؟ اگه رفت یه زن دیگه گرفت چی؟ تا گفتم یه زن دیگه جاشو گفت رفته بود لب محض. پلیس دنبالتن، مگه شهر هرته؟ از اینجا رد شدی اون طرف چی؟ با یه چمدون پول؟ نمیگی تیکه تکت میکنن؟
ای عزیز تو چقدر خری؟ چقدر؟ آره من خرم، ولی من باید برم. میزنن، بذار بزنن. چی بزنتت؟ کی؟ من باید بزنم، من گفتن من بزنمت. بزن، وردار بزن. مگه نمیگن من بمیرم بهتره، همه خوشبخت میشن. بیا وردار ببر. من میخوام زندگی بکنم، من نمیخوام بمیرم. ناله نکن، مثلا تو مردی. یه هفته وقت داشتی بری، چرا نرفتی؟ نشد. نشد بگو جرأتشو نداشتم. حالا جرأتو بهت نشون میدم. عزیز بری؟ برو، ولی با اینا نه، اینا پول مردمه. دنبالم بخوای بیای میزنمت. به جان عزیز میزنم، به جان خودت میزنم. بگو، بگو، حرف بزن. تو مردی، تو مردی. بزرگی رو انجام دادید، سکوت سالها رو شکستید، یک قدم عالی. ازتون ممنونم. میشه یه لیوان آب به من بدین؟ این چه قرصیه؟ خیلی قویه. پرستار، پرستار. سابقه بیماری دارید؟ بستری بودید؟ این چه خطی؟ ژاپنی یا چینی؟ نه نه چیزی نگید، فقط استراحت. حالش چطوره؟ داری گریه میکنه. عزیز، 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 منو ببین، میگم منو ببین. میدونی چقدر خوشحالم که امروز حرف زدی. دیدی، دیدی بعد از سالها یک نفر هست که به فکرته. دیدی تنها نیستی. میدونی چی فهمیدم؟ فهمیدم شما دوستان خیلی خوبی بودید. درسته؟ تو که همون یه حرف رو زدی حالش خیلی بد شد.
معلومه حرف تو براش خیلی مهم بود. تشنج کرد. آخه آسم عصبی داره. بهش اکسیژن زدیم. میخوای ببینیش؟ باشه، فقط یه شرط داره. باید بگی خواهش میکنم. نمیگی؟ باشه، من رفتم. خواهش دیدی دروغ نگفتم؟ باید استراحت کنه حبیب. حبیب جان به جان خودم میزنم. وایسا حبیب. حبیب جان آیا حبیب جان چی شد؟ چیش؟ آخ غلط کردم حبیب جان. بلند شو کولت کنم ببرمه. برو کمک بیار حبیب. حبیب مرده. عزیز من نمردم. منم حبیب. تو حبیب نیستی. من حبیبم، باور کن. نه، تو حبیب نیستی. من زنده‌ام. اگه زنده‌ای پس بی‌شرفی. از قیافت بدم میاد. اجازه بدیم بیاد صحبت کن. ولش کن بره. ازت بدم میاد. از قیافت بدم میاد. از اون چشات بدم میاد. چرا از شب میای تا صبح تو خوابم؟ ازت بدم میاد. دوست دارم بیام خفت کنم. عزیز فشار بده. من از شرعی زندگی نکبت خلاص کن. فشار بده. به دست کی ببینم بهتر از تو؟ مردم به دست تو برام عزت. فقط یادت باشه تو گفتی برم. حبیب جان. حبیب آن دیگه. یه دقیقه وایسا گوش کن ببین من چی میگم. چی گوش بده؟ مزخرف. مزخرف میگی دیگه. هوایی شدی، خوشی زده زیر دله. بابا یه دقیقه وایسا ببین من چی میگم. کار دارم آخه. بفرمایی. من میخوام هممون نجات پیدا کنیم. آره بابا نجات پیدا کنیم. این شده ناجیه ما. اینو برا حبی. اینا پول مردمه. چی گفته بود بیای منو بزنی ها؟ پلیس، حراست. خب بردار بزن. نمیزنی خودم میزنم. بلش کن دستم و بلش کن حبیب. ببین اگه میخواستم بزنمت همون دم مرز زده بودمت. من واسه پول نیومدم اینجا، واسه خودت اومدم. همه چرا نذاشتی من برم؟ واسه اینکه بدبخت میشدی. من تو رو میشناسم. چرا بدبخت میشدم؟ من برای هممون داشتم میرفتم. خودم، تو، زنا، بچه ها.
آینده. چرا تنهایی؟ اول فکر کردم دوتایی بریم، بعد گفتم زن و بچه ها چی میشن، بعد فکر کردم تو بری، گفتم اگه یه بلایی سرت بیاد من جواب خانوادت رو چی بدم، بعد گفتم خودم میرم، هرچی شد شد، گفتم میرم اونجا همه چی رو روبرا میکنم، همه چی درست میشه، بعد همه رو خبر میکنم، هممون با هم میریم. چرا؟ فرهنگ شانس فقط یه بار در خونه یادم میزنه. حبیب من دیوونم، من خولم. تو هیچ چیز نیست، وضعتم منم بهتره. برگشتی؟ ببینی که یعنی دیگه نمیخوای بری؟ کجا برم بی تو؟ من تنها، من بیشتر، من بدبختم، من بیشتر، من نو کردم، من بیشتر. حبیب، حبیب، من دیگه دلم نره آن بودن این نگه خوشحال شدم دیدم. این جاییه که من هستم. این پرسی پولا چی شو؟ من از پول بدم میاد. منم بدم میاد. چمدونه رو که نتونستم ببرم. موند. خداحافظ. بابا من همه این سالا یادت بودم، باور کن. اینا ها اینا نگه داشتم واسه این کلید خودمه. حبیب پولا کجاست؟ داری میریم برش داریم دیگه. من میدونم پولی در کار نیست، نتونستم برش دارم. به جون آزیتا. راستی آزی چطوره؟ ناهید خانوم؟ بقیه؟ ای بابا چی بگم؟ من زن بچه تو ولد نکردم، مال مام یه جوره دیگه. میدونم حبیب، رفتی پولا رو خوردی نوش جونت، ولی به من راستشو بگو. به جون خودم، به جون تو، به جون هر کی قبول داری، نتونستم ببرم. گیر کرده بودم اونجا بین دو تا مرز، سرباز اون طرفی هم داشتن میامدن طرفم، حیفم اومد یه چمدون دلار بدم دست اونا، کردمش یه جایی. یعنی همه این سالا بی پول بودی؟ بی پول و بدبخت. خب بر میگشتی؟ نشد که، یه سال حبس بودن، آش نخورده و دهنه سوخته بر میگشتم. چی؟ تو گفتی خوشبختی اون طرف هست، نگفتی؟ یعنی نیست؟ اون طرف ها فقط کاره، هیچی، فقط کار. اینجا خوشبختی یعنی من و تو و بگو و بخن.
حبیب پس اون ماشینه و پولا و این لباس شیکا و اینا نه کسینا را کجا بردی؟ خب کار کردم، دلالی ماشین رفتم کارم گرفت، الان 30-40 تا ماشین دارم. همش یعنی 30-40 تا ماشین مال خودته؟ یه اونجا یه دونه خوشگلشه میدم سوارش. نه ببین حبیب جان، یعنی تو الان این کیف رو پیدا کنیم میدیش به من دیگه، چون دیگه نمیخوای که. من وصیت کردم نصف ثروتمو بدم به تو. نه ببین همون چمدونه بسته دیگه، آخه من ماشین میخوام چیکار؟ همون زبونت باز شده. نه ببین حبیب، این چمدونه مال من، اون 30-40 تا ماشین مال تو. بیا 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 بشی. پای نمیکشه دیگه، یادگاری تو حبیب جون. من که میخواستم بزنم کنارت خورد به تو. خب میزدی به خودم که میزدی کنارم لاغل. حبیب ما چرا اون وقتا انقدر میخندیدیم؟ خوش بودیم دیگه. اما من حالا میخندم اینجا هم درد میگیره، ولی میخند. حبیب خب بخند. اونجاست، زیر اون درخته. اه بری اونجا که میزننه. نه گفتن ساعت 5 یه دقیقه وقت دارن، نگهبونا عوض میشن. چی گفته؟ گفتن میگه. میگم حبیب اگه چمدون پولا پیدا بشه یه هم عذاب منفع هم تموم میشه. دارن عوض میشن. دارن نرو حبیب. وایسا وایسا. حبیب نرو. باز چی؟ من چمدون رو نمیخوام، تو رو تازه پیدا کردم. فکر کن یه دقیقه وقت داریم. خواهش میکنم حبیب. حبیب جان میخوای درش رو وا کنیم ببینیم توش چه خبره؟ دیدنش که ضرر نداره. حبیب حبیب آن دیگه میگم دلار تو بازار چنده؟ سرمونه میخوان اسکورتمون کنن تا بانک. یعنی چی؟ اصلا با این شرط گذاشته من بیام ایران.
حبیب جان میخوای آنه فردا بیا یه چه خبره بیا بیا